نیلوفر پور ابراهیم همکارم از پاریس و آرش علایی دیگر همکارم از کنگره آمریکا با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آرش، از دقایق اولیه حمله موشکی جمهوری اسلامی ایالات متحده به حمایتش تاکید کرده بر اسرائیل، از جمله در دولت و در کنگره، مشخص‌تر بهمون بگو در همین ساعت گذشته چه تحولاتی بوده؟ اگر نگاه کنی به بیانیه‌ها و مصاحبه‌هایی که نمایندگان کنگره آمریکا انجام دادن در طول 24 ساعت اخیر با مطبوعات آمریکایی، بله، همونجوری که شما میگویید همه حمایت خودشون از اسرائیل اعلام میکنن و میگویند که جمهوری اسلامی هنجارهای بین‌المللی رو میشکند. اما بین جمهوری خواهان و دموکرات ها میشه فرقهایی هم دید. دموکرات ها به نظر میآید که الان مقداری واکنششون محتاطانه تر هست، در حالی که جمهوری خواهان خیلی جدیتر و خیلی محکمتر میخوان از اسرائیل حمایت کنند. میچ مکانل رهبر اقلیت در سنای آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که همین الان ایالات متحده باید سلاح‌های بیشتر و قدرتمندتری به اسرائیل بفرسته، همین الان زرادخانه اسرائیل رو تا دیر نشده دوباره در واقع پر بکنه برای اینکه یک جنگ احتمالی در پیش است. از اون طرف آقای چاک شومر رهبر اکثریت هم گفته است که این اتفاقات رو در خاورمیانه رصد می‌کند یا به جمهوری اسلامی در مورد عواقبش هشدار داد، ولی اشاره‌ای نکرد که این عواقب چه خواهد بود. اگر نگاه کنید به مصاحبه‌های مختلفی که انجام می‌شود، مایکل مک‌کال نماینده جمهوری خواه تگزاس از مجلس نمایندگان آمریکا، ایشون که میگوید اصلا آمریکا همین الان هم باید وارد جنگ بشود، با این یک جنگ تمام و عیار هست، اینکه یک کشور 200 موشک به کشور دیگه پرتاب بکند. ایشون داشت میگفت فکر کنید این اتفاقات در آمریکا بیافتد یا در فرانسه بیافتد، اگر 200 موشک به این کشورها شلیک بشود اونها چه واکنشی نشان خواهد داد، و همین توقع رو هم باید از اسرائیل داشته باشند. در میان دموکرات ها هم هستن البته نمایندگانی که خیلی از اسرائیل حمایتشون قوی تر است، مثل آقای جاید ماسکوویتز، خب ایشون خودش هم یهودی است، نماینده دموکرات از ایالت فلوریدا. ولی داستان این است که الان بحثا در امریکا این است که قدم بعدی چه خواهد بود. نگرانی ها در مورد اینکه اگر قرار باشد این داستان به تاسیسات اتمی ایران بکشد، در مورد اینکه اگر قرار باشد پالایشگاه نفتی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار بگیرد، و یک بحث دیگه هم اختلاف بسیار بزرگی است که آمریکایی‌ها میگویند بین تکنولوژی‌هایی که اسرائیل دارد وجود دارد و تکنولوژی‌هایی که ایران دارد، بنابراین این رو قرار است که در واقع آمریکایی‌ها سعی کنند با اسرائیل در این زمینه مشورت و گفتگوی بیشتری بکنند. ممنونم از توضیحات تارش. نیلوفر، ما در اروپا واکنش‌ها به چه شکل بوده؟ صداهایی که شنیده میشه بیشتر بر محکومیت حمله‌ای که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داده. بله، دقیقا این حمله رو به شدت محکوم میکنن، چیزیه که بهش تاکید هم دارن، حمله ایران رو محکوم میکنن، در کنار اسرائیل میستن و میگن که برای حفظ امنیت اسرائیل متحدن، ولی در مقابل هم نگرانی های بسیاری دارن از وضعیت پیش اومده، معتقدن که تشدید این تنش ها بسیار خطرناکه و میتونه وضعیت منطقه رو به سمتی ببره که غیر قابل کنترل باشه، بنابراین نگرانی اونها در این جهت هم قرار میگیره. حالا نگران اینن که واکنش اسرائیل چه خواهد بود و بعد از اون آیا ایران ادامه میده به پاسخگویی، پاسخ دادن، انتقام گیری یا نه. به همین دلیله که میبینیم کشورهای مختلف اروپایی از جمله آلمان و فرانسه از شهروندان خودشون خواستن تا ایران رو ترک بکنن. بیانیه‌ای که سفارت فرانسه در تهران صادر کرده است، شهروندان کسانی که به صورت دائم در ایران هستند هم خواسته زمانی که در واقع رفت آمدهای هوایی برقرار شد، اگر شرایطش رو داشتن موقتا ایران رو ترک بکنن. بنابراین میبینیم که اونها این نگرانی ها رو دارن. مشکل دیگه یا نگرانی دیگه به غیر از حالا پاسخی که میتونه اسرائیل بده در داخل ایران چه میتونه باشه، چه واکنش هایی داره، مثلا اگر تاسیسات انرژی ایران رو مورد هدف قرار بده، پالایشگاه ها رو مورد هدف قرار بده، چه تأثیری میتونه بذاره روی بازار انرژی و چه وضعی برای اروپا به وجود
میاد و سناریوهای مختلف رو بررسی میکنن، بحث لبنان هم هست، نگرانی از این که لبنان در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت. به طور مشخص فرانسه در این زمینه نگرانی های بسیار زیادی داره و قرار هست که وزیر خارجه فرانسه دوباره به منطقه بره، با افراد مختلف گفتگو بکنه و بررسی بکنن وضعیت رو برای آینده لبنان و به دنبال یک گفتگو هستن به نوعی برای برقراری آتش بس. بحث امنیت داخلی کشورهای مختلف و پیامدهای اونها در داخل کشورهاشون هم بحث دیگه یه. در فرانسه امانوئل مکرون از وزرای خودش خواسته تا این موضوع رو هم بررسی بکنن و امنیت شهروندان در داخل فرانسه رو هم تامین بکنن، چون میدونیم که قبل از اون مثلا بعد از 7 اکتبر اتفاقاتی که افتاد در فرانسه تاثیر بسیاری داشت و اماکن در واقع یهودی مورد حمله قرار می گرفت یا یهودی ستیزی بسیار زیادتر شده بود. اینها موضوعاتیه که باش دست و پنجه نرم میکنن، ولی در حال حاضر به نظر میرسه همه منتظرن تا ببینن ابتدا پاسخ اسرائیل به ایران چه خواهد بود. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، آرش علایی از کنگره آمریکا در واشنگتن، همکارانم از هر دوتون ممنونم.